بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون طبی چراغ، سلام و علیکم، صبح بخیر. بیننده های عزیز، امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین، در کنار فامیل هایتان نشسته. بیننده برنامه بستان عافیت از چینل طبی چراغ باشه. خوشبختانه امروز هم صفا همتی مهمان خانه های شما هست در برنامه بستان عافیت، و موضوع برنامه امروز ما آنفلوآنزا هست که دکتر صاحب حامد قادری را دعوت کردیم و ایشان دکتر داخلی عمومی می باشند. صحبت های متبقی با دکتر صاحب ادامه می دهیم. خوش آمدین دکتر صاحب، بسیار زیاد خوش باشین. اول سلام خدمت شما و بعد خدمت تمام بیننده های تلویزیون جهانی چراغ، با امید این که یک صبح خیلی خوب و خوش را آغاز کرده باشین. صحتمند و سلامت باشین دکتر صاحب. موضوع را یادآوری کردیم که آنفلوآنزا. آنفلوآنزا چه نوع بیماری هست؟ بفرمایید شما توضیحات رایت کنیم در این رابطه. بسم الله الرحمن الرحیم. آنفلوآنزا یک بیماری انتانی شایع در سراسر جهان می باشد. بله. که بیشتر سیستم تنفسی را درگیر میکند. عامل زی ویروس هاست دیگه، با اعراض و علائم خفیف حتی میتونه باعث مرگ و کشنده باشند، که این بستگی به شخص، به معافیت یا سیستم ایمنی شخص بیمار تعلق دارد. بله، سلامت باشین دکتر صاحب. در رابطه با اعراض و علائم بیماری آنفلوآنزا صحبت داشته باشین. خب یک شخص وقتی که دچار بیماری آنفلوآنزا میشد، اعراض و علائم مختلف می داشته باشد. در قدم نخست اعراض و علائم به شکل ناگهانی ایجاد میشد. فرد اعراض و علائم سیستمیک میتونه، فرد تب می داشته باشد، بعد کسالت می داشته باشد. بله. دیگه از نظر خود اشتها، همچنین نظر روانی یا اختلال پیدا میکند، اشتهاشان کاهش پیدا میکند، و همچنان دیگه اعراض و علائم سیستم تنفسی می داشته باشد، چون خود ویروس آنفلوآنزا سیستم تنفسی رو بیشتر درگیر میکند. بله. اعراض و علائم مربوط به سیستم تنفسی مانند فرد سرفه می داشته باشد، گلوندردی می داشته باشد، دیگه آبریزش خود بینی می داشته باشد. دیگه نزد یک تعداد خود افراد دیده می شود که یا اعراض و علائم سیستم هضمی می تن. اعراض و علائم. بله. سیستم هضمی مانند دلبدی و استفراغات و همچنان دیگه اسهالات می داشته باشند، و همچنان دیگه دردهای عضلانی و دردهای مفاصل همچنان می داشته باشد. این افراد زمان به پیش دکتر مراجعه می کند، یا پیش دکتر معالج خود یا در کلینیک یا در شفاخانه مراجعه می کند، که به مدت 5 روز اعراض و علائم شدید گلوندردی سپری کرده، بعد می آید پیش دکتر و کوشش می کند که دوا حفظ کند تا تداوی شود. بله، سلامت باشین، از مختای عالی شما. در رابطه با تشخیص تفریقیش بگویم که حالا این روزها می بینیم که کرونا هم زیاد شده در جهان و بیماری آنفلوآنزا هم، تشخیص تفریقی این دو نوع بیماری چگونه هست نزد شما؟ میخوام به بیننده‌های عزیز بگم تشخیص تفریقی ما میتونیم توسط اعراض و علائم، و همچنان میتونیم توسط معاینات خود لابراتوری که نزد خود افراد مصاب به بیماری آنفلوآنزا و همین بیماری خود کووید 19 یا کرونا میتونیم انجام بدیم. ولی معاینات لابراتوری همیشه مربوط به دکتر معالج میشد، مربوط به بیننده‌های عزیز خبر مهم نیست چون بدانن. ولی ما به بیننده‌های عزیز پیشنهاد میکنیم از نظر اعراض و علائم اگر مقایسه کنیم بهتر هستم. در اعراض و علائم در قدم نخست اگر یک فرد بیماری آنفلوآنزا داشته باشد یا سردردی می داشته باشد، ولی در بیماری کووید 19 نادر هستم. بله. عدم اس ذائقه و اس بویایی در بیماری خود کرونا بیشتر هستند، ولی در بیماری آنفلوآنزا نمی باشد. آبریزش بینی در بیماری آنفلوآنزا می باشد، ولی در بیماری کووید 19 نمی باشد. اثرات تنفسی یا نفس تنگی. بله. در بیماری کرونا بسیار شایع بود. اکثر خود بیماران در شفاخانه زمانی که مراجعه میکرد یا از اثرات تنفس شکایت داشتن، نفس گرفتن نمیتونست، کمبود اکسیژن در سطح بدنشان بود. ولی در بیماری کووید 19 ایمی باشد، ولی در بیماری خود آنفلوآنزا این مشکل نمی باشد. دیگه اسهالات و دلبدی و استفراغات در بیماری آنفلوآنزا می باشد، ولی در بیماری کووید 19 نمی باشد، و اگه باشم بسیار نادر هستم. بله، سلامت باشین، از گفته های عالی شما دکتر صاحب. آنفلوآنزا چی عوارض را به بار میاره وقتی که تداوی نشه دکتر صاحب؟ خب ببینین، در صورتی که بیماری خود آنفلوآنزا قبل زود تشخیص نشد و تداوی نشد و مراقبت خوب نشود. بله. این میتونه دچار اختلالات شود. در قدم نخست میتونه باعث بیماری آنفلوآنزای اولیه ناشی از ویروس آنفلوآنزا میتونه باعث خود بیماری سینه و بغل یا نمونیا شود.
ببینید در کدام حالات در کدام اشخاص میتونید اینمی انفلونزا پیشرفت کند و باعث بیماری شود. در قدم نخست افراد که سنشان زیاد بالاستن، از 50 65 بالاستن، یا چون سیستم معافیتشان ضعیف است بنابراین این میتونن باعث سینه و بغل نزیزیا شود یا نمونیا شود. دو خانمای باردار، سو اطفال که بسیار سن کمتر از 6 سال دارد، ده ای اشخاص میتونن باعث خود نمونیا یا سینه و بغل اولیه ناشی از بیماری انفلانزا شود. در قدم بعدی میتونن باعث خود سینه و بغل یا نمونیای ثانویه ناشی از باکتریا شود. ده ای حالت سیستم معافیت ضعیف است با مصاب با ویروس خود انفلانزا هستند. باکتریا بلیز علائم میگد مانند باکتری استافیلوکوک و همچنان اوریوس و همچنان استرپتوکوک نمونیا یا هم علائم میگد ممکن است فرد دچار خود نمونیا شود. کاراز و علائم نزجا شدیدتر میشد، دست تنفس پیدا میکند، در کلیشه رادیوگرافی تغییرات پیدا میکند، دبلیو بی سی آیش هم بالا میرود، وضعیت مریض بیشتر خراب میشود. بله سلامت باشین دکتر صاحب. اگر در این رابطه صحبت کنیم دکتر صاحب که چند نوع انفلانزا موجود است و چند دسته تقسیم شده انفلانزا؟ ببینید بیماری خود انفلونزا توسط ویروس انفلونزا ایجاد می شود. ویروس به نام انفلونزا ویروس. سه نوع از این تابل تشخیص شده. نوع تایپ A است، تایپ B است و تایپ C است. تایپ A بیشتر در نزد خود انسان ها و حیوانات دچار بیماری می شود. تایپ B بیشتر در نزد پستانداران و انسان ها دچار بیماری می شود. نوع C بیشتر در نزد انسان ها دچار بیماری می شود. تایپ A بیشترین نوع و خطرناکترین نوع تایپ A است و تایپ C کمتر بیماریزا هستند و کمتر خطرناک است و کمتر اعراض و علائم ایجاد میکنند. بله سلامت باشین دکتر صاحب. روی وقایش میایم، چگونه وقایع کنیم خود از انفلونزا دکتر صاحب؟ خب در صورتی که یک فرد دچار بیماری خود انفلونزا میشود اول چی کار باید انجام بدهد؟ در قدم نخست افرادی که در ریسک فاکتور دارند، افرادی که امکان دارد نزد یا بیماری انفلونزا باعث مرگ و میرشان شود، خطرناک هستند. مثلا افراد سن بالاتر 65 سال دارند، اطفال که مصاب به امراض خود ریوی است، قلبی است، خانم های باردار هستند، اطفال که سنین کمتر از خود 5 سال و 6 سال دارند یا در ریسک فاکتور بیشتر قرار دارند. جوان ها کمتر در ریسک فاکتور قرار دارند یا میتونن واکسن بگیرند. واکسین چی فایده دارد؟ واکسین در قدم نخست تراز و علائم خود کاهش میده. بله. دوم در صورت او جلوگیری میکنه که فرد مصاب نشد. سوم اگر مصاب شد سیر و یا پیشرفت مرض کاش میتند. در قدم بعدی به خاطر وقایع بیماری ما میتونیم به اطفال به مردم یا به بیننده عزیز پیشنهاد کنیم اول کوشش کنین ماسک بزنین چون هوا فعلا آلوده هستن. ماسک بزنین و همچنان با آلودگی هوا بیشتر است در فصل سرما همیشه وقت ما متوجه هستیم که شهر کابل بسیار زیاد آلوده هست. دیگه کوشش کنن در صورت میفهم یک فرد صرف همه کنن تحت سمه زند آبریزش بینی دارد یا مشکوک است که بیمار است خودداری کنن. در قدم بعدی اگر خودشان دچار بیمار هستند بیماری دارن زمانی که صرف همه کنن یا عدسه میزند ماسک استفاده کنند. ماسک باید همیشه داشته باشد. در قدم زود میتونه با دستمال یا کاغذ پاک میتونه بینی یا دهان خود بپوشاند. بعد دستای خود به مقدار خود 20 تا 40 ثانیه میتونه پاک با آب صابون بشوید. در صورت خود غذا میخورد باید اینها پیش از غذا خوردن در صورت دستای آلوده دارند باید اینها دستای خود بشوند و همچنین اگر دستایشان آلوده هستند پرهیز کند از تماس با دهان دهان چشم و بینی چون ویروس انفلونزا میتونن از طریق یکی سرفه و هسته و یا انتقال کند. بله. از طریق خطرات هوایی و همچنین میتونن از طریق تماس مستقیم میتونن انتقال کند. بله سلامت باشین دکتر صاحب. در این رابطه صحبت کنین که آیا انفلونزا خطرناک میباشد دکتر صاحب؟ بله انفلونزا در گروه خاص از افراد میتونن خطرناک باشد. بیشتر هم گفتیم یادآوری کردیم که بیماری انفلونزا میتونن حتی کشنده باشن. در کدام افراد؟ در قدم نخست افرادی که مبتلا به امراض مزمن هستند. بله. مثلا امراض مزمن ریوی دارن. یک فرد مصاب به خود سی او پی دی یا برونشیتیسیا دارد انفلونزا هم بالاش علائم میگیرد پس وضعیت بیمار خرابتر میکند. یک فرد خودش نفس تنگی دارد از سیستم تنفسی رنگ میبرد زمانی که علائم شد باعث شدیدتر شدن اعراض و علائم میشد تا باعث مرگش میشد. بله. کسایی که امراض قلبی وایی دارند
و همچنان خود افرادی که مشکلات خود عصبی عضلانی دارد. بله. دیگه خانم های خود باردار باشد، افرادی که سنشان از بالاتر از 65 سال باشد، اطفال باشد، اطفال کمتر از سنین خود 5 سال باشد، یا کل خطر ریسک فاکتور هایی هستند که میتونه باعث مرگ دی بیمار دی اشخاص شود. خطرناک پنداشته میشه. بله، خطرناک پنداشته. سلامت باشین دکتر صاحب و روی تداویش میایم که چگونه تداوی شما این مریض ها را با حضر معذرت میکنین تداوی میشن؟ خب برای ازی کسایی که در ریسک فاکتور دارن، کسایی که نمی خسمی سنشان از بالا هستن و یا خرد هستن، بسیار طفل هستن و یا اعراض مزمن دارن، در قدم نخص باید واکسن بگیرد. سالانه واکسن بگیرد تا دوچار بیماری نشد. اگه بیماری شد اعراض والا کم نزشان ایجاد میشد، باعث مرگ میر کمتر میشد. در قدم نخست باز رو مذرد که گفایتون هم گرفتم، یک فرد که مثلا اعراض و علائم انفلوانزا را نداره، این هم باید واکسین بگیره؟ آه، در صورت یک فرد هیچ اعراض و علائم انفلوانزا نداره، ببینید واکسن به خاطر توصیه میشه، به خاطر وقایه، پیش به خاطر زیر توصیه میشه که فرد مصاب به این بیماری نشود. بله. کسایی که سن بالاتر مثلا مشکل قلبی وایی دارد، مشکل تنفسی دارد، یا باید واکسن شود دوچار این بیماری نشد. دیگه در بخش تداویش گفته بودیم، تداوی ما زمان به زمان که یک فرد مصاب شد، در روز برایم داشت، تشخیص شد، به دکتر معالج خود مراجعه کرد، به مریض میگیم که شما یک مدت 5 تا 10 روز در خانه قرار استراحت کن. بله. دوم، از آب، از مایعات زیادتر استفاده کرد، چون مریضان دلبدی و استفراغات میداشته باشد، مایعات وجودشان کم میشد، دیهایدریشن پیدا میکند. به مریضان میگیم که دیگه تب میداشته باشد، به مریضان میگیم که شما از مایعات بیشتر استفاده کنید. بعد اگر در 48 ساعت بلخصوص 24 ساعت اول مراجعه کرده باشه به شفاخانه و یا به دکتر معالج خود، ما برشان دوای آنتی وایرال تراپی میکنیم، دوای خود ضد ویروسی برشان میدیم. بله. که میتونن هم سیر مرض کنترل کنند و هم میتونن خود اعراض و علائم کنترل کنند و هم از پیشرفت جلوگیری میکنند، مرگ میره کاهش میدهد. بنابراین ما برزیا به مدت 6 روز دوای ضد ویروسی میدیم. دیگه به خاطر که جان درد یا تب و این چیزا می داشته باشد، به مریضان دوای خود ضد تب و ضد جان دردی و نمی چیزا را برشان میدیم، آنالجزیکا برشان میدیم. بله. سلامت باشین دکتر صاحب. و در اخیر برنامه هم قرار داریم پیام زیبایتون می داشته باشین. خب با تمام بینندگان عزیز تلویزیون جهانی چراغ توصیه می کنم زمانی که اعراض و علائم بیماری خود انفلوانزا نزد شما به وجود آمد، اگر سرفه و زکام یا بودین، بر شما پیشنهاد میکنم که کوشش کنین ماسک کنین تا باعث انتقال این بیماری از یک شخص به شخص دیگه نشه. بله. سلامت باشین از اینکه حضور در برنامه پیدا کردین دکتر صاحب. بخیر باشین. سلامت باشین. بیننده های عزیز، یک رفت و برگشت کوتاه داریم، در ادامه برنامه بستان عافیت با ما باشین.